سرخط خبرها. تایید 3 مورد جدید از ابتلا به ویروس کرونا در ایران. مدارس و دانشگاه‌های استان قم تعطیل شدند. اعتراض به اعلام پیروزی اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. معترضان از تصمیم عبدالله عبدالله برای تشکیل دولت حمایت کردند. 9 کشته در حمله به 2 قلیان خانه در غرب آلمان. مقام ها میگویند انگیزه مهاجم خارجی ستیزی بوده. Bang. و هجوم ملخ ها به شرق آفریقا. 10 میلیون نفر در خطر قحطی قرار گرفتند. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. در ایران دست کم 5 نفر در قم و عراق به ویروس کرونا مبتلا شدند و 2 نفر از آنها جانشان را از دست دادند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل هم از 2 مورد مشکوک کرونا در بیمارستان روحانی این شهر خبر داده. در خبری دیگر، شرکت مترو تهران امروز از انتقال 1 بیمار مشکوک به ابتلا به کرونا به بیمارستان خبر داد. جزئیات بیشتر در گزارش شیدا هوشمندی با این توضیح که بعضی تصاویر این گزارش ممکنه برای شما ناراحت کننده باشه. اینجا شهر قمه، یکی از پر رفت و آمدترین مسیرهایی که دم حرمه. امروز یکی از شلوغترین خیابانها در قم حالا از ترس کرونا اینطور خلوت شده. کمتر از 24 ساعت از اعلام مرگ 2 نفر در قم در اثر ابتلا به کرونا گذشته. حالا وزارت بهداشت میگوید شمار مبتلایان به کرونا بیشتر شده. کردن که بیان بیرون چون هنوز نمیدونن دامنه این مرضی چقدر رفته که 2 نفرش تازه مردن. ایران نخستین کشور در خاورمیانه است که مرگ بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از آن گزارش شده. پروازهای ماهانه‌ای بین چین و ایران تا صبح امروز همچنان برقرار بوده و به نظر می‌رسد ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها محدودیت کمتری برای سفر به چین داشته. ویدیویی دردناک که وبسایت‌های خبری ایران منتشر کردند. به نظر می‌رسد بیماری که حالا فوت شده برادر محمد مولایی از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران است. آقای مولایی در گفتگو با وبسایت خبری رکنا در ایران گفته برادر من که فوت شد هیچ بیماری زمینه ای نداشت. 60 ساله و معلمی بازنشسته بود که سابقه سفر به جایی هم نداشت. برادرم در کوچه و بازار دچار کرونا شده. در مدت 1 هفته‌ای که او در بیمارستان بود، درخواست تست عفونت کرونا برای او داده نشده بود. مسئولان بیمارستان در پاسخ به درخواست من برای تست کرونا از برادرم جواب دادن ما تست کرونا تا حالا نگرفتیم. 10 نفر با این علائم در بیمارستان‌های قم فوت کردند و علت را عفونت ریه اعلام کردند. این تصاویر مربوط به دیشب است. خودروهای نیروهای امنیتی در قم. خیلی اوضاع جدیه. راوی میگوید ممکن است برای قرنطینه شهر آمده باشند. بیمارستان فرقانی. کاربران ایرانی در فضای مجازی هراس دارند که شمار مبتلایان بیشتر از رقمی باشد که مسئولان اعلام میکنند. بی بی سی مطلع شده که 25 نفر مشکوک به ابتلا به کرونا در بیمارستان کامکار در شهر قم تحت مراقبت ویژه قرار گرفتند. هنوز منابع رسمی درباره این 25 نفر خبری منتشر نکردند. قرارگاه کرونا ویروس با حضور وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت بهداشت تشکیل شد. وزارت بهداشت خواسته اگر شهروندان ایرانی سوالی درباره ویروس کرونا دارند با شماره 190 تماس بگیرند. علائم ابتلا را در انیمیشن می‌بینید. ابتلا تب، بعد سرفه خشک و پس از 1 هفته تنگی نفس و علائم دیگری مثل سردرد، دردهای عضلانی و خستگی. آبریزش بینی و عطسه از علائم اصلی بیماری نیست. پزشکان هشدار می‌دهند که در صورت مشاهده این علائم تلفنی با بیمارستان تماس بگیرید و به اماکن عمومی نروید. چین پایین‌ترین نرخ چگونگی آگاهی رسانی دولت مورد انتقاد است. نحوه اعلام خبر سرنگونی هواپیمای اوکراینی هنوز در افکار عمومی زنده است. برای همین مصاحبه های وزیر بهداشت و سایر مقام های مسئول در روزهای گذشته که تاکید داشتند جایی برای نگرانی از ویروس کرونا نیست، به دیده تردید نگریسته شده
و حالا معلوم شده این تردیدها بی دلیل نبوده. نتیجه آن که حراس از کرونا از شیوع این ویروس پیشی گرفته. در این ویدیو نشانه های این ترس را می تواندید. کاربران در فضای مجازی از موارد ابتلا در تهران هم خبر می دهند. هرچند این موضوع از سوی مقام ها تایید نشده. دیروز بعد از دست به دست شدن این ویدیو، مسئولان وزارت بهداشت تایید کردن موردی مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستان فرمانیه تهران بوده. تاکنون نزدیک به 75 هزار نفر در کل جهان و عمدتاً در چین به ویروس کرونا مبتلا شدند. از این تعداد بیش از 2100 نفر جان باختند. تا 1 اسفند 98، 11 نفر خارج از سرزمین اصلی چین کشته شدند که دست کم 2 نفرشان در ایران بودند. حالا پرسش بخش مهمی از مردم ایران این است که وزارت بهداشت و نهادهای مسئول برای کنترل این بیماری چه اقدامی خواهند کرد؟ شیدا هوشمندی، بی بی سی. هرمز مسلومی، پزشک عمومی از لندن با ما هستند. آقای دکتر، همونطور که در گزارش ما هم به این موضوع اشاره شد، برادر یکی از کسانی که بر اثر ویروس کرونا درگذشته گفته او اصلا سابقه سفر به جایی نداشته، در کوچه و خیابان مبتلا شده و این خطر افزایش پیدا کرده الان در ایران، مردم چطور میتونند از خودشون محافظت بکنند در برابر این ویروس در چنین شرایطی؟ مردم باید در مرحله اول از مسافرت به مناطقی که بیماری بالاست، تقریبا اطراف چین، کره، هنگ کنگ، آسیای جنوب شرقی پرهیز بکنن و سعی کنن در مجامع عمومی نباشن، چون بیماری رو میتونن به افراد که سالم هستن منتقل بکنن. در شستن دست و صورت با آب و صابون کمک میکنه که وزه دفونی کردن دست کمک میکنه برای اینکه بیماری رو نگیرن. و شاید پوشیدن ماسک، البته نه ماسکای معمولی که جراح مصرف میکنن، اون ماسک کمکی برای نگرفتن بیماری نمیکنه، شاید از انتشار بیماری از فرد مریض کمک بکنه. ماسکایی که برای این مورد هستش، ماسکیه که اصلا 95 میگن که 95% ویروس ها رو میگیره، این کاملا دور دهان و بینی رو میبنده، ولی هنوز باید دقت بکنیم که بیماری رو از طریق چشم میتونن بگیرن. به نظر من قسمت خیلی مهم الان اینجا تیم پزشکان و پرستارانی هستن که دارن از این بیماران مراقبت میکنن. اینا باید با پروتکشن کامل، با لباس کامل باشن، چون خودشون هم در خطرن، به اضافه اینکه خود اینها میتونن ناقل بیماری باشن، مخصوصا همزمان شاید بیمارانی رو بخوان درمان بکنن که بیماریای زمینه‌ای مثل آسم یا بیماری ریوی یا دیابت و بیماری که سیستم ایمنی رو ضعیف میکنه دارن، که اونا بیشتر در خطر هستن. خب خیلی میشه بیشتر اشاره کنین به اینکه چه کسانی الان بیشتر در خطر هستن و آیا تقویت سیستم ایمنی در کل برای همه افراد میتونه کمک کننده باشه؟ کسایی که در حال حاضر، بیشتر افرادی که از این بیماری فوت کردن یا مریض شدن افراد بالغن، نشون میده که بچه ها چیزایی که سنشون پایین تره یا نمیگیرن، یا اگر میگیرن بیماری شدید نیستش، ولی هنوز اونا میتونن به عنوان ناقل بیماری رو منتقل بکنن. افرادی که بیماری زمینی دارن که سیستم دفاعی بدنشون ضعیفه، فرض کنید بیماری سرطانی که داره کیموتراپی میشه، یا بیماری های مثل دیابت دارن که تو ایران هم خیلی شایع، افرادی که بیماری ریوی کلیوی دارن، کسایی که به طور عادی در مقابل عفونت پاسخ خوبی نمیتونن بدن، دفاع نمیتونن بکنن، این افراد در ریسک بالاتری هستن که در صورتی که بگیرن بخوان فوت بکنن، چون بدنشون قادر نیست به دفاع کردن. کاری که بتونن آیا مردم بکنن که بتونن سیستم ایمنیشون رو بالا ببرن، چنین چیز رو داروی یا غذای خاصی من به گوشم نخورده که بتونی شما به طور سریع سیستم ایمنی رو بالا ببری. این در زمانی فقط انجام میشه که واکسن این بیماری رو داشته باشیم، که در حال حاضر نداریم. البته در بعضی کشورها، فکر میکنم، مطمئن نیستم، در کره یا چین، شاید از آنتیبادی شخصی که این بیماری رو گرفته و
و ریکاور شده، بهبود پیدا کرده، تزریق کردم به افرادی که مریض شدن و اونا معالجه شدن، ولی اینا هنوز در حد تریاله، هنوز داده های مطمئنی روش نداریم. ما متشکرم از شما هرمز مسلمی، پزشک عمومی از لندن. ما اعتراض ها به اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان همچنان ادامه دارد. امروز صدها نفر از هواداران ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله در چند ولایت شمالی این کشور دست به اعتراض زدند. آنها به نتیجه انتخابات که بر اساس آن محمد اشرف غنی به عنوان رئیس جمهوری اعلام شد معترض هستند. این معترضان میگویند از حکومت به رهبری آقای عبدالله حمایت میکنند. علی حسینی گزارش میدهد. رقص و پایکوبی و شور و هلهله در دره پنجشیر شمال افغانستان. اینها با این ساز می‌رقصند که عبدالله عبدالله رئیس جمهور افغانستان است و این هم جشن پیروزی در انتخابات است. امروز از هران نفری جمع شده، پشتیبانی آن به تام خدا از تیم ثبات همگرایی و انتگران همگرایی و مردم پنجشیر خود مردم افغانستان اعلان میکنیم. عکس آقای عبدالله را با عنوان رئیس جمهور منتخب در محل ورودی دفتر والی نصب کردند. در میمنه مرکز فاریاب هم معترضین با گل مخالفت خود را نشان دادند. با اعتراض رهبران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی نسبت به نتیجه انتخابات، حضور خیابانی هوادارانشان به ویژه در شمال افغانستان قابل پیش بینی بود. در طالقان ولایت تخار هم قصه همان است. شعارهایی بر علیه آقای غنی و کمیسیون مستقل انتخابات. میگویند در صدد تعیین والی ها هستند چون برندند. پیروزی ما ایماس، رای آرا ایماس، جمع شدن ما بامیست که ما پیروز هستیم. ما والی های خدا با ولایت با هدایت اونا برده مردم معرفی بکنیم. محمد اشرف غنی اما فارغ از هیاهوی مخالفانش شب گذشته راهی کمیسیون مستقل انتخابات شد و اعتبارنامه ریاست جمهوریش را گرفت. از دید او و کمیسیون انتخابات گام‌ها بر اساس قانون برداشته شده. اعتراض‌ها اما بیشتر شده. از عبدالله عبدالله گرفته که خود را برنده می‌داند تا دیگر نامزدان که خواهان ابطال انتخابات و تشکیل حکومت همشمول و یا حکومت مصالحه ملی هستند. مشخص نیست گام‌های بعدی معترضین چه خواهد بود، اما اگر این اعتراض‌ها دوام پیدا کند اوضاع نسبتاً بحرانی افغانستان شدیدتر می‌شود. علی حسینی، بی بی سی، کابل. پیشتر از لطیف پدرام، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، درباره پیامدهای اعلام نتیجه نهایی انتخابات پرسیدیم. بحران بسیار جدی هست، حکومت آقای غنی قابل قبول نیست، اما در این حال شما در جریان مذاکرات آمریکایی ها با طالبان هم هستید. الان بحث این که یک حکومت عبوری و موقت هم ایجاد بشود برای این موقعیت، این بحث هم مطرح است. اما به هر حال اگر بحث به اونجاهایی برسه که انقلاب ها صورت بگیرد، یکی از راه حل ها این بحث هم هست، بحث یک دولت موقت. ولی به هر حال حکومت آقای غنی پذیرفته نخواهد شد، بنابراین باید این بحران درست مدیریت شود در جهت در واقع تامین عدالت اقوام. در غیر از او قابل قبول نیست حکومت یک خاصی که تقریبا سه دور انتخابات مردم دیگه میبرن ولی خارجی ها میان آقای غنی یا آقای کرزی دیگه را تحمیل کردن. خب طبیعتاً دیگه قابل قبول برای اقوام دیگه نیست. آقای پدرام ضمن حمایت از اعتراض ها به اعلام پیروزی اشرف غنی میگوید ادامه وضعیت کنونی روند مذاکرات صلح را که قرار است به زودی بین افغان ها و گروه طالبان شروع شود تحت تاثیر قرار خواهد داد. آنچه مذاکرات بین الافغانستانی مطرح می شود که بعد از گفتگوها برای کاهش خشونت شروع شود، مسلما این را متاثر خواهد ساخت و این را با مشکل مواجه خواهد کرد. با این معنی که بر سر هیئتی که باید حالا ایجاد شود، درست شود، مخالفت خواهد شد، توافق وجود ندارد. با این بحرانی که الان عملا بین این تیم‌های انتخاباتی با وجود آمده که در واقع می شود گفت نام شمال و جنوب شدن است، هم حالا در حال از نظر موضع گیری ها
طبیعتا انتخاب هیئت برای مذاکره با مشکل مواجه میکنه. بعد واقعا چه کسایی باید مذاکره بکنن؟ آقای غنی، آقای عبدالله، مردم، چه گروهایی؟ بسیار طبیعی است که با مشکل مواجه میشود. واکنش لطیف پدرام رو میشنیدید، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. بیمارستان فرغانی. در ایران دست کم 5 نفر در قم و عراق به ویروس کرونا مبتلا شدند و 2 نفر از آنها جانشان را از دست دادند. مواردی مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در تهران و بابل هم گزارش شده که هنوز تایید نشدند. در اعتراض به اعلام پیروزی اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، هواداران عبدالله عبدالله از تصمیم او برای تشکیل دولت حمایت کردند. در ادامه برنامه، اولین حضور مایکل بلومبرگ در مناظره انتخاباتی دموکرات ها. میلیاردر نیویورکی قمار کاخ سفید را از لاس وگاس شروع کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید 2 حادثه تیراندازی در غرب این کشور که به کشته شدن 9 نفر انجامید به دست گروه های راست افراطی انجام شده. 5 نفر دیگر هم در این حادثه زخمی شدند. تیراندازی ها حدود ساعت 10 شب چهارشنبه 30 بهمن در 2 قلیانخانه در شهر هاناو در نزدیکی فرانکفورت آلمان رخ داد. پلیس آلمان گفته بیشتر کشته شدگان از میان مهاجران بودند. صدر اعظم آلمان گفته دولتش هر آنچه در توان دارد برای مقابله با کسانی که قصد ایجاد دو دستگی در این کشور را دارند انجام خواهد داد. مرتضی رئیسی خبرنگار در شهر بن آلمان در این باره بیشتر توضیح داد. وجود داره و در ماه‌های اخیر با افزایش شمار نمایندگان حزب آفده یا آلترناتیف برای آلمان که حزب راستگراست، تعداد راستگرایان افراطی که دست به عملیاتی هم زدن در نقاط مختلف آلمان بیشتر شده و اونچه که دیروز اتفاق افتاده دیگه اوج این راستگرایی افراطی است و این دو دستگی که به قول خانم مرکل در جامعه آلمان به وجود آمده به یک شکاف خطرناک به نظر میرسه. و فکر میکنید که چطور این شکاف رو دولت آلمان میتونه از بین ببره؟ دولت آلمان به نظر بسیاری از تحلیلگران داخلی که واقعا ناظر مسائل هستند خیلی دیر به این مسئله توجه کرده، یعنی سازمان‌های اطلاعاتی اینها بیشتر به مسائل چپ پرداختن یا مسائل تروریسم خارجی در داخل و خارج و به موضوع راستگرایی و افزایش تعداد راستگرایان افراطی توجه چندانی نشون ندادن. اونایی که خیلی بدبین هستن معتقدن که این دسته ها عمدن به این موضوع توجه نمی کنن. ولی در این هفته های اخیر، ماه های اخیر به نظر میرسه که دسته های امنیتی هم به این مسئله توجه دارن که موضوع داره هات میشه. به همین دلیل هفته گذاشتم یک گروه 12 نفری رو که دستگاه‌های امنیتی و دادستان کل آلمان معتقد هستند که اینها راست افراطی هستند و برنامه‌هایی برای اجرای عملیات کشتار و آتش‌سوزی و بمب‌گذاری در نقاط مختلف آلمان در مساجد بخصوص مراکز اسلامی داشتن، اینا رو دستگیر کرده. واقعی دیشب که در فرانکفورت اتفاق افتاده، اون کسی که اون مهاجمی که این کاری کرده اصلا سابقه از خودش جا نذاشته بود قبلا و حالا معلوم شد که چقدر واقعا افراطی است. و این اقدامات اینچنینی چقدر تاثیر میگذاره بر سیاست‌های کلی؟ میدونیم که آلمان یک کشور مهاجرپذیر بوده مخصوصا در سال‌های گذشته. آیا فکر میکنید که گروه‌های اصلی در قدرت حالا بیشتر این موضوع رو لحاظ خواهند کرد و نارضایتی از موج مهاجران در آلمان رو؟ گمون نمی کنم که به این صورت باشه. این موضوع در 1-2 سال اخیر کمی رعایت شده بعد از اینکه در 2015 و 2016 تقریبا مرزهای آلمان به کلی باز شده بود، ولی این سالهای بعد از اون به خاطر انتقادها فشار بیشتری هست که کمتر پناهنده بپذیرند. ولی از لحاظ مهاجرت آلمان تا به حال یک قانون واقعی مهاجرت نداره و در همین 2 روز گذشته در شهر بن که من در اینجا زندگی میکنم یک مرکزی گشایش پیدا کرده
که برای اولین بار پرونده هایی برای مهاجرپذیری و افراد کارشناس، حالا حتما لازم نیست که دانشگاه دیده، دانشکده دیده باشن، ولی به همون اندازه که بر کارهای مسلط باشن که بتونن برای آلمان مفید باشه، اینها رو بتونن به جای پناهندگی در این طیف جا بدن و مشغول کار بکنن. این یه مقدمه است برای مهاجرپذیری رسمی. مرتضی رئیسی بود، خبرنگار در شهر بن آلمان. دادستانی تهران میگوید هیئتی را برای بررسی ادعاهای نیلوفر بیانی، یکی از متهمان محیط زیستی محکوم به جاسوسی، به زندان فرستاده تا توضیح او را بشنوند و از او ادله و استنادات بخواهند. اما خانم بیانی حاضر به بیانیه‌اش توضیحی نشده. خانم بیانی در شرح حالی که به بی بی سی به آن دست یافته، بازجویان اطلاعات سپاه را به استفاده از شکنجه روحی و تهدید به تعرض جنسی برای گرفتن اعتراف از خود متهم کرده. حالا دادستانی تهران میگوید انتشار این شرح حال در آستانه انتخابات یک اقدام برنامه ریزی شده بوده. این در حالی است که خانم بیانی در جلسه دادگاه با صدای بلند گفته بود که شکنجه شده، اما قاضی او را از دادگاه اخراج کرده بود. داوطلبان نامزدی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دیشب در یک مناظره جنجالی در شهر لاس وگاس رو در روی هم قرار گرفتند. مایکل بلومبرگ، شهردار پیشین نیویورک که ثروتش بالغ بر 60 میلیارد دلار تخمین زده شده، در این مناظره برای نخستین بار روی صحنه رفت و هدف حملات بقیه نامزدها قرار گرفت. سام فرزانه گزارش می‌دهد. مناظره در شهری که خواب ندارد شبی پر از استکاک بود. روی صحنه کسی به تازه وارد جمع خوش آمد نگفت. مایکل بلومبرگ، نفر 12 فهرست ثروتمندان جهان، شهردار پیشین نیویورک است. سابقه مدیریت او و البته ثروت هنگفتش بارها روی صحنه نقد شد. برای شکست دادن دونالد ترامپ باید مشارکت در انتخابات گسترده باشد. آقای بلومبرگ در نیویورک سیاست‌های پلیسی خاصی داشته که به طور گستاخانه علیه سیاه‌پوستان و لاتین تبارها بوده. با اینها نمیشه انتظار مشارکت داشت. دموکرات‌ها نمی‌توانند در انتخابات با همچین نامزدی پیروز شوند که سابقه پنهانکاری مدارک مالیاتی دارد، زنان را آزار داده و از سیاست‌های نژادپرستانه حمایت کرده. آقای بلومبرگ به نوبه خود سعی کرد از خودش دفاع کند و کمک‌هایش به حزب دموکرات را به روی آنها بیاورد. تنها چیزی که میدونم اینه که خیلی خوش اقبال بودم. پول زیادی ساختم و دارم همش رو میدم که این کشور رو بهتر کنم و بخش بزرگیش هم به حزب دموکرات میره. سناتور برنی سندرز که فعلا در نظرسنجی ها پیشتاز است و به ایده های چپگرایانه شهرت دارد، هم از گزند انتقادها در امان نبود. ما 2 دیگه میتونیم از خواب بیدار شیم و ببینیم که فقط 2 نامزد برامون مونده. برنی سندرز و مایکل بلومبرگ، 2 نفری که بیش از بقیه عامل تفرقه هستند. اما دونالد ترامپ که قرار است در نهایت با رقیبی از حزب دموکرات رو در رو شود، در جمع هوادارانش در کالیفرنیا پیش بینی کرد که این رقیب آقای سندرز است. به زودی باید با برنی دیوانه رقابت کنیم. کنار زدن دونالد ترامپ و شکست او در انتخابات پیش رو مهمترین وعده ایست که هر کدام از نامزدهای حزب دموکرات مطرح کردند. اما به نظر نمی رسد که در کل رای دهندگان خودشان بدانند که برای این ماموریت به چه کسی اعتماد دارند. سام فرزانه، بی بی سی در واشنگتن. سازمان ملل هشدار داده که هجوم ملخ‌ها در چندین کشور شرق آفریقا ممکن است به قحطی بزرگ و یا ناامنی غذایی برای 10 میلیون نفر منجر شود. مناطق بزرگی از کشورهای کنیا، اتیوپی، اوگاندا، سومالی و تانزانیا که از قبل با تهدید ناامنی غذایی روبرو بودند، حالا با مشکل مضاعف هجوم ملخ‌ها که اندک غذای باقی مانده کشاورزان را هم می‌خورند روبرو شدند. ایران نیز پیشتر با همین مشکل مواجه بود. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. لشکری از میلیاردها ملخ، ملخ‌های گرسنه‌ای که در شرق آفریقا منابع غذایی را چپاول می‌کنند. روستاییان محروم در کنیا، اوگاندا، سومالی، تانزانیا چاره‌ای جز تماشای به باد رفتن محصولاتشان ندارند. قحطی و ناامنی غذایی به اندازه کافی مردم را رنج داده و حالا ملخ‌ها.
هیچی برامون نمونده جز همین یه ذره. سایه گرسنگی همه جا بالا سرمونه. دولت آنچه در توان داشته به کار گرفته. هواپیماهای سمپاش موفق شدند تا حدی ملخ‌ها را از میان بردارند. اما برای خیلی از روستاییان این تلاش‌ها کافی نبوده. به محض اینکه ملخ‌ها اومدن ما به مسئولان خبر دادیم. هواپیماها از گوشه رودخونه شروع به سمپاشی کردند. بعضی از ملخ‌ها مردن اما بعضی‌هاشون به مزارع ما اومدن و وارد خونه‌هامون شدن. حالا هم دارن اونجا تخم می‌ذارن. تولید مثل ملخ‌ها آنچنان سریع است که کارشناسان و مقام‌های سازمان ملل نگرانند تدابیر به کار رفته کافی نباشد. و این یعنی ناامنی غذایی بیشتر برای میلیون‌ها نفر. داریم راجع به ناامنی غذایی برای 13 میلیون نفر صحبت می‌کنیم و 20 میلیون نفر دیگه که در آستانه ناامنی غذایی هستند. یعنی وضعیت همون 13 میلیون میتونه خیلی بدتر بشه و اگر بشه ما به سمت یک فاجعه میریم یا یک قحطی بزرگ. کنیا نمی‌خواهد چنین ریسکی را بپذیرد و در حال آموزش نیروهایش از طریق متخصصانی است که از مراکش آمدند. این نیروهای کنیایی میآموزند که چطور به روستاییان و کشاورزان کمک کنند. 40 میلیون ملخ غذای 35,000 نفر را میخورند. این یعنی تکثیر ملخ‌ها در ابعاد 100 و 200 میلیاردی میتواند امنیت غذایی 10 میلیون نفر را به خطر اندازد. یک ماه است که شرق آفریقا با مشکل ملخ‌ها دست و پنجه نرم میکند. دو ماه پیش ملخ‌ها در نقاطی از هند و پاکستان جولا می‌دادند و هنوز هم آثار خسارت‌هایی را که در هند به بار آوردند مشهود است. تا امروز ما تقریباً بیش از 38,000 هکتار در این 6 استان مبارزه کردیم. ایران نیز ظرف یک سال گذشته با پدیده ملخ‌های مهاجر در 6 استان دست و پنجه نرم کرد و توانست تا حد زیادی هجوم آنها را مهار کند. فعلا سازمان ملل از کشورهایی که در زمینه مبارزه با ملخ‌ها تجربه دارند خواسته است که به کمک کشورهای درگیر در شرق آفریقا بشتابند. سیاوش اردلان، بی بی سی. به پایان این بخش خبر می‌رسیم. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.